اصلا بهترین نوع آب چه آبیه و اصلا معیار تشخیص در طب ایرانی ما برای یک آب خوب و سالم چیه بله در منابع ما خب که خب یکی از متأخرترین هاش که در یک کتاب جامعه و دانشنامه جامعه طبی هست به نام ذخیره خارزشاهی که نوشته حکیم بزرگوار سید اسماعیل جورجانی هست که خب جزء منابع متأخرتر هم هست که در همه منابع قبلی خودش رو هم پوشش میده هم نوآوری ها و ارتقاء خودش رو ایجاد میکنه و به زبان پارسی هم نگاشته شده به دقت این موارد توصیف شده و خود آب رو اینطور تشریح میکنه خب آب سالم و بهترین آب آب سبکی هست که خب رنگ بو و مزه خاصی نداره کاملا زلال و شفاف هست و وقتی که استفاده هم میشه خود فرد احساس سبکی رو توی آب میکنه برخلاف آبهایی که سنگین هستن و یه احساس سقل و سنگینی به فرد میدن و هضمش خب سختتر هست جذب آبش مشکل تر هست باده. این توصیف ویژگی های ظاهر فیزیکی آب حالا از منابع مختلفی که خب این آب میتونه به دست بیاد بهترین نوعش اینطور توصیف شده خب آب چشمه هست که مخصوصاً وقتی که از روی سنگ عبور میکنه و چشمه ها و رودهایی که در قد رو به سمت مشرق هستن در وهله اول یا یا بعد از اون رو به شمال باشن به لحاظ جهت جغرافیاییشون با توجه به اینکه در معرض نور آفتاب قرار میگیرند و خود اون به پاک شدن آب کمک میکنه خود نور آفتاب اینو یعنی پاکسازی رو انجام میده بله بله این خب جهتش آبی که جریان داره به صورت چشمه یا رودخونه مثلا از قدیم هم رودهای مثل رود نیل یا رود جیهون که آبش خوب دانسته شده یکی از دلایلش بود که به سمت شمال هست. از جریان آبش. و خب حالا به تبع این توصیف شما هی درجه بندی میشه آبهای دیگری که مثلا توی مناطق دیگه بسته به اون جنس خاک و زمینی که توش قرار میگیره ویژگی های متفاوتی پیدا میکنه به عنوان مثال آبی که در معادن سنگ آهن یا مس یا حالا سایر فلزات در قد به دست میاد آبی که از اون مناطق و از اون خاک ها عبور میکنه خب طبیعی هست که این مواد معدنی بیشتر توش وجود داره و به طبعش خب اون آب هم خاصیت متفاوتی پیدا میکنه به عنوان مثال آبی که خب از منابع آهن عبور میکنه از اون خاک سنگ آهن عبور میکنه آهن بیشتری داره و میتونه حتی اثرات تقویت کننده داشته باشه برای میده ما برای قلب ما مونتا خب بر این استفادهش هم ملاحظاتی داره برای همه افراد مناسب نیست و به صورت مداوم بهترین ها همون آبی هست که خدمتتون عرض کردم که خب باعث میشه که کمترین سختی رو داشته باشه و با توجه به نحوه استحصالش فور فرصت چندانی برای آلوده شدنش نیست. داشتم فکر می‌کردم این معدن آهن رو مثال زدیم بهترین آب برای خانم ها هم آب یکی از معدن طلا جاری میشه و به سمتش میاد واقعا یکی از بهترین آبها آب‌ها هست اشاره شده بین معادن این آب معادن یکی از بهترین آبها آب, آب معادن طلا هست که خب مقدار خیلی جزئی به توی این آب از این مواد معدنی وارد میشه منطقه خب استفاده مداوم اینها برای همه افراد مسلما درست آب های یکی از نیازهای حالا مثلا ممکنه یک فردی که یک سری مشکلی داره یا بله. کمبودی تو بدنش داره رو برطرف کنه همه به صورت عام نباید مصرف بشه بله. درسته بله. بله. خب ما هم زیرا به رو بزنیم هیچ کس سوال <applause> کار نکرد ولی ما می‌خوایم بزنیم بله. حالا که اینقدر اهمیت داره آداب درست مصرف آب باید به چه صورت باشه خب خیلی اشاره دقیق فرمودید و بسیار مهم من لازمه یک نکته رو اینجا اشاره بکنم چون در بحث آب هم این مسئله اتفاق افتاده و اون هم خرافه علمی هست ببینید ما متاسفانه یک سری گزاره ها یک سری به حال مطالبی تحت عنوان و با برچسب علمی نه فقط در ایران در همه دنیا بعضی وقتا مطرح میشه و خب این مسئله میتونه واقعا آسیب رسان باشه اگر که بدون تحقیق و بررسی کافی ما فقط به صرف اینکه عنوان علمی به یک گزاره داده شده باشه و اونو بخوایم بپذیریم تجربه نشون داده که خیلی وقتا دچار مشکل و آسیب شدیم در مورد آب هم خب این داستان معروف هشت لیوان آب در روز و همه شنیدن حتما هم که در تمام دنیا تحت عنوان قانون هشت در هشت یعنی هشت لیوان هشت اونسی خب سالیان سال این قضیه مطرح بوده در صورتی که حالا غیر از اینکه ما در طب ایرانی هیچ وقت همچین توصیه و دستوری که یک میزان ثابت آب رو همه افراد به یک اندازه بخوان استفاده بکنن نداشتیم حتی در طب رایج هم و در بر اساس مطالعات علمی که انجام شده جمعبندی هیچ وقت به یک عدد خاصی نرسیده و دلیلش هم خیلی واضحه ببینید ما وقتی که داریم از طبی طب صحبت میکنیم که از همون ابتدا دیدگاه شخصی شده هست یعنی همه افراد رو بر اساس اون تیپ بندی خاص مزاجیش که دقیقا اون امتیاز و برتری این تب هست تقسیم بندی میکنه خب مسلمه که یک میزان ثابت آب رو برای همه نمیتونه توصیه کنه شما خیلی ساده تصور کنید فردی که مثلا در اقلیم متفاوتی داره زندگی می‌کنه. کنه. یکی کسی در آب و هوای مثلا نزدیک به مثلا قطبی داره زندگی میکنه هوای بسیار سردی از هوای بسیار مرتوبی است با جایی که هوا بسیار گرم و خوشکه این رو بذارین کنار ویژگی های شخصی فرد که به لحاظ متابولیسمی و سوخت ساز کاملا شرایط متفاوت رژیم غذایی متفاوت تحرک بدنی متفاوت یعنی آیتم ها و عوامل مختلفی اثرگذار است و در فصول بارده. مختلف که نیاز یک فرد به آب رو تعیین میکنه دست شما درد نکنه